خالق خدا کیه؟ آیا به تناسخ معتقدید؟ آیا مسیح خداست؟ آیا خدا یک داست؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش ها با ما همراه باشید هدف از این برنامه پاسخ به پرسش هایی که شاید برای همه ما پیش میاد عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان روز و شبتون بخیر از هر جای این کره خاکی که ما رو تماشا میکنید خیلی خوشحالیم که امروز با یک برنامه دیگه همراه با کشیش امیر بزجو در خدمت شما هستیم سلام من عزیزان. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و خوشحالم که با یکی دیگه از برنامه های پرسش های جرف در خدمت عیزان هستیم خیلی هم خوب خدا رو شکر امیر سوالی که امروز میخوایم از شما بپرسیم این است که آیا همه مذاهب یکسان هستند بله این سوال سوالی هست که خیلی وقتا مطرح میشه و خیلی از اشخاص این سوال حتی اگر مطرح نکنن در ذهنشون هست که آیا واقعا این مذاهبی که در دنیا هستند ایدولوژی ها مکاتب و در دنیای زندگی میکنیم که خیلی از ایدولوژی ها خیلی از مکاتب خیلی از ادیان مختلف وجود دارن که به ظاهر شاید همه فکر میکنند که همه یکسان هستن، همه یک چیز رو میگن همه در مورد یک چیز دارن صحبت میکنن اما سعی میکنیم در این برنامه پاسخ بدیم به این سال که آیا واقعا همه مذاهب یکی هستن، آیا فرق میکنن یا نه درسته خیلی ممنون حالا اصلا چرا باید مذهب وجود داشته باشه؟ خب ببینید این سال برمیگرده به نیاز انسان این سال برمیگرده زمانی که انسان سقوط کرد آدم و هوا زمانی که در حضور خدا بودن اونها سقوط کردن اسیان ورزیدن و رابطه اونها با خدا قطع شد یه بیگانگی ایجاد شد بین اونها و خدا و رابطه وقتی قطع شد انسان ولی در اعماق وجودش این نیاز داشت به این رابطه چون خدا انسان رو خلق کرده بود که با او در رابطه نزدیک باشه و انسان اون نیاز وجودیش بود که بره به دنبال خدا بره, بره به دنبال اون کسی که او رو خلق کرده و از طرف دیگه یک حس تعلقی بود انسان یک حس تعلقی در وجودش هست از اینکه میخواد ببینه که به کی متعلقه درسته که ما خب تعلق ما بر میگرده به خانواده ما به پدر ما به مادر ما به همسر ما به فرزندان ولی در اعماق وجود انسان یک خلایی هست یک جایی هست که انسان خودش میدونه که دقیقا نیاز هست که میدونه که من تعلق دارم به یک کسی که خالق منه کسی که منو خلق کرده و در اصل انسان در رابطه با این خالق واقعی در رابطه با خدای واقعی هست که معنا پیدا میکنه مفهوم پیدا میکنه زندگیش زندگیش هدفمند میشه به خاطر این بعد از سقوط اتفاقی که افتاد این بود که انسان وقتی که دید که این رابطه قطعه و این خلع درونش رو میخواست پر بکنه خب شروع کرد به اینکه راههایی رو درست کردن که بره و به دنبال این پاسخ باشه از اینکه خدا واقعا کیه من چرا دارم اینجا زندگی میکنم معنای زندگی چیه مفهوم زندگی چیه به کجا خواهم رفت و اینها همه باعث شد که انسان این اشتیاقی در درونش باشه که به دنبال راههایی بره که به خدا نزدیک بشه راههایی بره که به راههایی رو شاید درست کنه که بتونه خدا رو پیدا کنه اون حس تعلقش رو بتونه تا یک جورایی برطرف کنه پس و از طرف دیگه خدا انسان رو طوری خلق کرد همونطور که خدمتتون گفتم در رابطه در که در رابطه با خالق باشه در رابطه خیلی نزدیک بل. و این حس تعلق و این حسی که در انسان هست باعث میشه که انسان بره به سمت مذاهب و حتی مذاهب درست کنه درست ایدولوژیا و مکاتب رو ایجاد بکنه چون خودش میخواد یه راهی رو پیدا بکنه که به خدا نزدیک بشه و برگرده و اون خلای درونش رو پر بکنه بله درست پس همونطور که شما گفتین به خاطر اون خلایی که در همه انسان ها وجود داره دنبال بله. خدا هستند و بله. برای همین مذهب به وجود اومده ولی آیا خداوند این دین ها و مذاهب رو آورده یا کار دست انسان بله سوال خیلی خوبی است و وقتی که ما خیلی بیطرفانه شروع میکنیم به مطالعه و تحقیق از اینکه چون در دنیای زندگی میکنیم که کسرتگرایی مذهب یا مذاهب زیادی هستند که از دور آ شاید آ به ظاهر یکی هم همه فکر میکنیم که همه یک چیز دارن میگن همه دارن به ما میگن راه اینه به خدا نزدیک شو ولی وقتی که واقعا میریم و مطالعه میکنیم تحقیق میکنیم در مورد مذاهب متوجه میشیم که کاملا با هم متفاوت هستند و متوجه میشیم که خیلی از اونها اصلا خدا رو انکار میکنن اصلا از طرف خدا نیستند و مفاهیمی که در این مذاهب و مکاتب بررسی میشه در مورد خدا در مورد انسان در مورد نجات و خیلی چیزهای دیگه کاملا متفاوت هست و خود اون اشخاص برای همین خیلی ها مذهب زده میشن خیلی ها وقتی صحبت از خدا به میان میاد مثلا در دنیای غرب خیلی اینطوری هست وقتی که صحبت از خدا به میان میاد, میاد. سری خدا رو میگذارن در چارچوب مذهب و میگن ما مذهبی نیستیم ولی داستان خدا خدای واقعی با مذهب فرق میکنه درسته پس شاید این مذهب زدگی این ستیزه ای که در انسان ایجاد شده در انسان های مدرن امروز که وقتی که با صحبت از خدا میشه احساس میکنن که ما داریم صحبت از مذهب میکنیم برای همین فاصله میگیرن و به خاطری که خیلی سرخوردگی ها بوده به خاطری که خیلی چالش ها بوده و اشخاص فکر میکردن که آه، آه، مذاهب مذاهب راههایی هستن که میتونن خدا رو پیدا کنن ولی از طرفی دیدن که به یک پوچی رسیدن پس بله ادیان میتونن از دور وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که مثل هم هستن و ولی وقتی مطالعه میکنیم میریم عمیق بیطرفانه مطالعه میکنیم اونها رو و تحقیق میکنیم متوجه میشیم که شاید خدا اونها رو درست نکرد یا اصلا ایجاد نکرد بلکه انسان ها بودند که اونها رو ایجاد کردند و خواستن راهی رو پیدا بکنن که به خدا نزدیک بشن جواب سوال هاشون رو پیدا کنن در دنیای زندگی میکنیم که وقتی که صحبت از خدا میشه مردم سعی میکنن خدا رو در چارچوب مذهب تعریف کنن به خاطر همین هست که وقتی که صحبت از خدا میشه خیلی ها که مذهب زده هستن و تجربه ترخی شاید در مذاهب مختلف داشته باشند این جبهه رو میگیرن و فکر میکنن وقتی که صحبت از خدا میشه پس حتما در مورد مذهب داره صحبت میشه ولی اینطور نیست وقتی که ما تحقیق میکنیم متوجه میشیم که مذاهب شاید به ظاهر از دور مثل هم هستن ولی وقتی که نزدیک میشیم میبینیم نه اینطوری نیست و خیلی از اونها رو اصلا خدا درست نکرده یا خدا نفرستاده یا اصلا خدا اونجا نقشی درش نیست بعضی از این مذاهب و ایدولوژی هستن که اصلا خدا رو انکار میکنن درسته من هر وقت که اسم مذهب و راه های رسیدن به خدا میفته این دیالوگ فیلم مارمولک یادم میاد آه آه. که میگه راه رسیدن به خدا اندازه آدم هست آه آه. ولی وقتی که واقعا مطالعه میکنیم وقتی که ما مخصوصا میریم عمیق میشیم به اینکه ببینیم واقعا چون میگم این انسان این حس تعلق رو میخواد پیدا بکنه که من متعلق به خالق هستم یک خلای درونی هست که انسان اون خلا آگوستین یکی از پدران کلیسا میگه که این خلایی که در درون انسان هست فقط خدای واقعی هست که میتونه رو پر بکنه وقتی این خلا در ما باشه ما سعی میکنیم راه های مختلفی رو ایجاد کنیم یا به دنبال راه های مختلفی بریم که این خلا رو پر بکنیم ولی این خلا فقط با حضور, حضور خدا. خود خدای واقعی پر میشه نه با مذاهب و ایدولوژی ها و مکاتب میگم وقتی اونها رو مطالعه میکنیم میگم در ظاهر شاید از دور یکسانن ما فکر میکنیم همه یک چیزو میگن ولی وقتی که واردش میشیم و شروع میکنیم تحقیق کردن متوجه میشیم نه کاملا متفاوت هستن و اون خلای درون انسان رو نمیتونن پر کنن اون خلای یا اون جایی که خالیه جایی که شخص این حس عمیق و این اطمینان عمیق رو بهش میده که متعلق به خالقه و خالقش هست که میتونه باش یک رابطه صمیمی و نزدیک با او برقرار کنه پس خیلی میشه در این مورد صحبت کرد بله درست حالا میخوام ببینیم که فرق اینا چیه بله. فرق مذاهب بله خب وقتی که ما دقت میکنیم مطالعه میکنیم و عمیق میشیم در مذاهب مختلف مذاهبی که خب در دنیا هستن خیلی مکاتب و ایدولوژی های زیادی هستن ولی حالا ما بگیم مذاهبی که در دنیا هستن که خیلی از مردم به دنبالشون رفتن و اونا رو پیروی میکنن وقتی که ما مطالعه میکنیم فرقهای مختلفی در اینا هست به طور مثال در مورد مفهوم خدا وقتی که ما نگاه میکنیم در اصد در از زاویه بیرون وقتی که ما بیرون میستیم و نگاه میکنیم فکر میکنیم که مذاهب همه در مورد یک خدا صحبت می‌کنند. بله در اصل یک خدا هست که خلقت رو خلق کرده و ما رو خلق کرده ولی تعاریف مختلف است. و وقتی که ما مطالعه میکنیم متوجه میشیم مثلا بعضی از مذاهب هستن مذاهب شرقی که اصلا خدا رو انکار میکنن مثلا به خدا باور ندارن اونها و بعد تعاریفی که از خدا گفته میشه مختلفه درست پس مفهوم خدا در مذاهب مختلف فرق میکنه همطور که خدمتتون گفتم بعضی ها خدا را اصلا کار میکنن بعضی ها خدا اینقدر در دور دست هاست که اصلا قابل دسترس برای انسان خاکی نیست و تعریفی هم که از اونها میشه تعاریفی هست که انسان نمیتونه باش ارتباط برقرار کنه ولی وقتی که به ایمان مسیح میام نگاه میکنیم میبینیم که خدا کاملا متفاوت هست حالا ما یک برنامه خواهیم داشت در مورد تسلیس بله. که تسلیس اصلا چیه درست. و خدا در ایمان مسیح کاملا مفهومش متفاوت هست خدای واحد که در سه شخص ظاهر میشه و این خدا قابل دسترس هست این خدا خدایی هست که به سراغ انسان میاد این خدا خدایی هست که نه فقط به سراغ انسان میاد بلکه به وسیله روحش به وسیله روح القدس در انسان ساکن میتونه بشه پس وقتی که ما مطالعه میکنیم تحقیق میکنیم میفهمیم که بله مخصوصا در مورد مفهوم خدا تفاوت های زیادی هست درسته که تاکید میکنم یک خدا هست یک خدا که انسان رو خلق کرد یک خدا خالق هست ولی تعاریفش مختلفه و این تعاریف باعث میشه که انسان ها تصوراتی بکنن از خدا که اون تصورات خیلی وقت واقعی نیست برای همینی که نسبت به خدا زده میشن به خاطر همینی که نسبت به خدا از خدا فاصله میگیرن و نمیتونن با این خدا ارتباط برقرار کنند به خاطر همینه که فکر میکنن خداشون اینه ولی این نیست که فکر میکنن چون تعریف اشتباس تعریف یه تعریف دیگه است به خاطر همین یک, یک گیجی شاید برای یک ابهامی برای انسانها پیش میاد برای همین خیلی ها مذهب زده میشن و میگن که خدا رو سری در چارچوب مذهب میخوان تعریف کنن یا فکر میکنن هست به خاطر همین میگن خدا پس من نمیتونم با این خدا ارتباط برقرار کنن درسته چون تعاریف مختلفه پس مفهوم خدا در مذاهب مختلف کاملا فرق میکنه خیلی وقت و درسته و به خاطر همین که این گیجی ایجاد میشه این شاید دوری ایجاد میشه ولی وقتی که ایمان مسیحی ما به عنوان مسیحیان وقتی که با خدایی که در کتاب مقدس تعریف میشه ما روبرو رو میشیم خدایی هست که در دسترسه خدایی هست که میخواد ما ما ارتباط برقرار کنه خدایی هست که ما میتونیم تجربهش بکنیم بله. و این ادعای ایمان مسیحی است که خدا در دو دست نیست خدا به تو نزدیک میشه و خدا میتونه در تو ساکن بشه و این خودش کاملا متفاوت هست از مفهوم خدا در تفکرات و ادیان دیگه متفاوت. مورد بعد که میتونیم بگیم فرق هست در مورد انسان شناسی هست بله. زمانی که ما خب مطالعه می کنیم انسان به صورت مختلف در مکاتب و ایدولوژی های مختلف تعریف میشه در مذاهب شرق شاید انسان در رده حیوانات قرار میگیره مثلا به طور مثال در در هند انسان چون معتقد به تناسخ هستن معتقد هستن به کارما به این باور هستن که انسان میتونه در زندگی بعد در یک حیوان ظاهر بشه یا برعکس یک حیوان میتونه روی یک حیوان میتونه در انسان در یک انسان خودش رو نشون. نشون, بده پس میبینیم که مقام انسان اینطوری یا در جاهای دیگه انسان به صورتهای دیگه تعریف شده ولی وقتی کتاب مقدس شما مطالعه میکنیم در همون بابهای ابتدایی میگه خدا انسان رو شبیه به خودش خلق کرد نه از لحاظ فیزیکی بلکه از لحاظ شخصیتمندی درست. چون خدا شخصیت داره انسان. نیرو نیست خدا بلکه خدا شخصیتمنده پس انسان رو خلق کرد که مثل خودش شخصیتمند هست درسته خدا در کامله ولی ما شبیه به او خلق شدیم و این نشون میده که مقام انسان چقدر متفاوت هست مثلا وقتی که در مورد انسان شناسی ما تحقیق میکنیم تعاریف مختلف و مقام های مختلفی به انسان داده میشه پس خود این نکته نشون میده که خب فرق هست درسته, درسته. این نیست که همه یکسان یک چیزی رو در مورد انسان یا در مورد خدا میگن ممنون بردار امیر میریم یه استراحت کوتاه میکنیم برمیگردیم هدف از این برنامه پاسخ به پرسش هاییست که شاید برای همه ای ما پیش میاد برای رسیدن به پاسخ این پرسش ها با ما همراه باشید خوش اومدید در ادامه داشتیم صحبت می کردیم کشش امیر در مورد انسان شناسی در مذاهب مختلف بله پس ما یک اشاره کردیم این که مفهوم انسان یا مقام انسان کاملا متفاوت است در مذاهب مختلف نکته بعد که شاید تفاوت خیلی هست در مورد مذاهب که وقتی ما نگاه میکنیم از دور میبینیم فکر میکنیم مذاهب مثل هم هستن ولی وقتی تحقیق میکنیم میبینیم بی که نه کاملا متفاوت هستن در مورد نقش شرارت در دنیا گناه و نجات هست درست. به طور مثال وقتی که صحبت از شریر میشه وقتی که صحبت از شرارت و اون نیروی هست که در دنیا به ضد خلقت خدا داره کار میکنه در مکاتب و ایدولوژی های مختلف جورای مختلف این رو تعریف میکنن در خیلی از ادیان و مذاهب مختلف تاکید بر این میکنن که نیرویی که در دنیا به عنوان نیروی شریر داره کار میکنه دقیقا مساوی و برابر با نیروی الهی است یا در اصل این دو نیرو مثلا در مذاهب شرقی میگن این دو نیرو از ازل تا به ابد ما هم در تضاد هستند و هیچ کدوم از اینها هیچ برتری نداره نسبت به همدیگه و اینها مرتب در جنگن از ازل تا به ابد و هیچ وقت هم هیچ کدومشون پیروز نخواهد شد پس اصلا تعریف شریر تعریف نیروی شرارت در دنیا فرق میکنه یا مسئله شر که چرا شر در دنیا وجود داره ولی وقتی ما میایم سراغ ایمان مسیح متوجه میشیم که ایمان مسیح به ما میگه نه شر و شرارت در اصل از ابتدا نبوده بعد ایجاد شده درست. و در اصل قدرت یا اون ماهیت شریر مساوی با قدرت الهی اصلا نیست اصلا نیست و خدا وعده داده در کلامش که روزی شرارت کاملا از بین خواهد رفت یا در مورد مفهوم گناه و نجات خب در تمام مذاهبی که در اصل مذاهب خدا پرستانه هستند که خدا رو باور دارد در مورد گناه صحبت شده یا در مذاهب یا تفکراتی که در مورد این صحبت میشه که انسان باید انسان باشه انسان باید رفتار و پندار و گفتار نیکی از خودش داشته باشه وقتی ما اینها رو مطالعه میکنیم میفهمیم که کاملا تفاوت تعاریف مختلفه درست گناه تعریف میشه ولی هیچ کدوم از اونها درمان گناه یا درمان اینکه این مریضی که انسان رو به تباهی کشونده از همون ابتدا تا الان و انسان رو از لحاظ اخلاقی خراب کرده از لحاظ روابطی خراب کرده از لحاظ مدنی و اجتماعی خراب کرده واقعا این, این چیه دارست. و ریشه و درمان یا درست درمان یا راه حل چیه که فقط در ایمان مسیحی هست که عیسی مسیح دست رو میذاره روی ریشه و میگه مشکل انسان گناهه سیانی که نسبت به خدا ورزید و مشکل خودش روی صلیب خودش حل هم. کرد در حالی که بیشتر ادیان شما باید تلاش کنی که گناهکار نباشی و بلده. تلاش کنی که رو به پیشرفت باشی و گناه نورزی ولی در مسیحیت متفاوته خب ببینید در ادیان مختلف انسان رو تشویق میکنن ترغیب میکنن که بره به سمت خدا سعی کنه تلاش کنه ولی در ایمان مسیحی خدا به سراغ انسان میاد در, پسر، در شخصیت پسر پسر با. خدا میاد به سراغ انسان تا انسان رو نجات بده و وقتی که نجات داد و وقتی که شخص در مسیح قرار میگیره روح القدس هست روح خدا که در او میاد و به او میکنه. کمک میکنه درست. قوت میده که درست زندگی کنه چون انسان بعد از سقوط سقوط کرده و تباه شده و نیاز داره چون خودش نمیتونه خوب بشه نیاز داره که کسی که بهش کمک کنه و اون فقط خداست چون انسان ها نمیتونن به هم دیگه کمک کنن همه ما گناهکاریم همه ما از نسل آدم و هوا هستیم و خداست که باید اینجا دخالت میکرد و وقتی که ما ایمان مسیح رو میخونیم میبینیم دقیقا داستان همینه که خدا به سراغ انسان میاد تا انسان رو از این وضعیتی که در گریبانش رو گرفته نجات. یا درست گیر کرده در این مخمسه در این تاریکی اومده که انسانو چیه نجات بده در ظاهر شاید انسان ها نگاه که میکنن میگن همه انسان ها خیلی خوب و خوش و سلامت دارن زندگی میکنن ولی از, از روحانی از دیدگاه خدا همه انسان ها دارن میمیرن چون همه انسان ها مریضی گناه اونها رو داره میکشه و در جامعه ما زندگی میکنیم در دنیای زندگی میکنیم که اصلا جامعه و دنیای کاملی نیست شما این دست رو هر چیزی که میذارید میبینید یه نقصی اونجاست یک فسادی گریبانگیر این خلقت خدا شده و عیسی مسیح میگه من آمدم که نجات ببخشم درسته پس در مورد گناه در مورد راه حل گناه وقتی که ما ایمان مسیح رو مطالعه میکنیم میفهمیم و متوجه میشیم که ایسای مسیح نیامد که شاید مثل بقیه شاید ایدولوژی و مکاتب مختلف یک چیزی رو ارائه بده بلکه اومد که انسان رو نجات بده دارست. انسان از اون مخمسی که گرفتارش شده نجات بده و به اون حیات ابدی بده و مخصوصا در مورد تولد تازه که در انجیل یوحنا باب سه هست در هیچ مکتب و مذهبی در مورد تولد تازه صحبت نشده اینکه انسان میتونه از سر نو از در درونش به وسیله روح القدس از روح دوباره متولد بشه و این رو فقط عیسی مسیح به ما این رو میده اینا گفتید یاد اعمال چار دوازده افتادم اگر اجازه بدین بخونم این بله. آیه رو که میگه در هیچ کس جز او نجات نیست زیرا زیر آسمان نامی دگر به آدمیان داده نشده تا بدان نجات یابیم بله آمین به خاطر که این تنها کسی که آمد که جریمه گناه بشر رو پرداخت کنه و کفاره گناهان بشه انسان رو از اون گناه و سیطره مرگ و گناه و تاریکی نجات بده عیسی مسیح بود آش. هیچ کس در تاریخ بشر نیومده که به خاطر گناهان انسان جان بده در درسته هیچکس. درسته. درسته ولی عیسی مسیح اومد که به خاطر انسان ها فدیه گناهانشون بشه به جای اونها جریمه ای رو که اونها باید پرداخت میکردن که مرگ بود عیسی مسیح پرداخت کرد ولی روز سوم از مردگان قیام کرد به خاطر همینه که وقتی که ما میخونیم و مطالعه میکنیم میفهمیم که فرق هست بین تفکرات، ایدولوژی ها و مذاهب مختلف درست. فرق هست شاید همه در مورد خدا صحبت میکنن شاید همه در مورد گناه شاید همه در مورد آخرت شناسی صحبت میکنن ولی فرق هست بین اینها و وقتی که ما با ایمان مسیح روبرو میشیم و ایمان مسیح رو میخونیم و مطالعه میکنیم و تجربه میکنیم فقط خوندن آه. و مطالعه کافی نیست بلکه عیسی مسیح رو به قلب خودمون دعوت میکنیم و تولد تازه پیدا میکنیم اون موقع است که بینش و جهان بینی ما کاملا عوض میشه نسبت به خودمون نسبت به این آفرینش نسبت به این خلقت نسبت به خدا نسبت به گناه و نسبت به خیلی چیزهای دیگه فکر و تفکر و بینش و نگرش ما عوض میشه و مخصوصا در مورد آخرت شناسی وقتی که ما مطالعه می‌کنیم دوباره در مذاهب مختلف بعضی از مذاهب هستن که اصلا به آخرت معتقد نیستن مخصوصا مذاهب شرقی که به تناسخ ایمان دارن یا باور دارن از این که میگن انسان وقتی که از دنیا میره دوباره مثل چرخه کارما است که وارد جسم یا اگر اگر خوب باشه وارد دوباره انسان میشه مثل انسان ظاهر میشه اگر خوب نبوده مثل کیفان میاد و یک سری چیزهایی هست که در وارد این چرخه اینقدر میشه میگرده میگرده دوباره تولد پیدا میکنه که شاید روزی از این چرخه در بیاد و برسه به اون ابدیت ولی تصویری که از بعد از مرگ تصویر ابدیت تصویر نجات کاملا متفاوت است ولی ایمان مسیح مسیح میگه که من به شما این اطمینان رو میدم که بعد از مرگ پیش من خواهید آمد میگه هر کس متعلق به من پیش من میاد پس وقتی که ما مطالعه میکنیم میبینیم کاملا این مفاهیم در مذاهب مختلف مختلف و متفاوت هست مخصوصا مخصوصا وقتی که خوب ما میخونیم ایمان مسیحی رو و شاید مذاهب دیگه رو چند تا نکته است که خیلی حائز اهمیت اولین نکته که خدمتتون عرض کردم در مورد تولد تازه است در مورد مفهوم خدا هست در مورد گناه و چیزهای دیگه و در مورد پدر بودن خدا درسته خدا پدره مسیح خدا رو پدر معرفی میکنه که پدر آسمانی تو است وقتی که من میفهمم که خدا پدره تفکر من نگرش من رابطه من نسبت به خدا اگر با خدا بیگانه هستم شاید در روی زمین شاید پدری داشتم که پدر زیاد خوبی شاید نبوده ولی ولی وقتی که من متوجه میشم که خدا پدر هست کاملا اون موانع رو بر میداره از اینکه من پس میتونم نزد این پدر برگردم و این رابطه رو با او داشته باشم درسته؟ پس این جدایی ها برداشته میشه برای همین مسیح میگه خدا پدر آسمانی توست و بعد مسئله روح القدس هست زمانی که شخص ایمان میاره به عیسی مسیح خدا از روح خودش در او میگذاره دارد. از روح القدس پر میشه و این در هیچ جایی در هیچ مذهبی پیدا نمیشه که خدا بیاد از روح القدس از روح خودش در او قرار بده و مسیح میگه که وقتی تولد تازه پیدا می کنی درسته تو اصلی روح تولد تازه پیدا می کنی و بعد از روح پر میشی و اون موقع هست که ما میتونیم شاهد مسیح باشیم برای مسیح زندگی کنیم و اون زندگی خداپسندانی که خدا از ما در مسیح انتظار داره رو چیه داشته باشیم پس خیلی این وقتی که خوب مطالعه میکنیم میبینیم تفاوت خیلی هست درسته. از دور شاید ما فکر میکنیم که همه یکسانن همه یک چیزو میگن ولی فرق هست ولی تفاوت هست و خوبه که ما به راحتی نگذریم از این مفاهیم و نگیم که همه یک چیز رو میگن پس همه یکسانن پس همه این طوریه نه بلکه بیایم و واقعا بیطرفانه یا اون فرس که تو ذهن ما هست شاید فرس درستی باشه شاید فرس های اجتماعی باشه اونها رو بذاریم کنار و بیایم بیطرفانه شروع کنیم به تحقیق کردن که خدا کیه بله. خدا چطوری میتونه با من ارتباط برقرار بکنه به خاطر این است که ما وقتی که شروع میکنیم بیطرفانه مطالعه کردن و تحقیق کردن و تجربه کردن میفهمیم که کاملا مفاهیم فرق میکنن و همه مثل هم نیستن بله. خدا پس به این نتیجه میرسیم وقتی به مفاهیم مختلف مثل خدا، انسان، گناه، آخرت شناسی ابدیت نگاه بله. می میکنیم به مذاهب خیلی عمیق شاید با هم متفاوت هستند و من میخوام شما رو تشویق کنم که بیشتر در مورد این خدای مسیحیت تحقیق کنید و اون خدا رو بهتر بشناسیم در ایمان مسیحیمون بله واقعا این یک تجربه است این نیست که فقط ما دانش پیدا کنیم یک فکر دانش ما زیاد بشه که خوبه ولی تجربه هم هست یک نویسنده خیلی جالب میگه میگه که مذاهب و ایدولوژی ها که انسان ها اونها رو پدید میارن میتونه مانع بزرگی باشه برای اینکه انسان خدای واقعی رو که متعلق به اوست بشناسه میگه دست. انسان ها به وسیله ایجاد مذاهب و ایدولوژی ها دیوارهایی میسازن احای. که اونها در مورد خدا داره صحبت میکنه ولی همونها مانه است همونها دیواری هست همونها نمیذاره مردم خدای واقعی رو تجربه کنند بله. همون ایدولوژی ها همون ادیان یا هر چیزی که انسان میخواد درست کنه یا خلق کرده که اون نیاز درونش رو اون خلای درونش رو پر بکنه میگه همون مانند که خدای, خدای خدا. واقعی رو بشناسند خدا رو شاک مرسی برادر امیر برای این خاشم. موضوعی که خیلی جالب برای ما باز کردید ممنون که همراه ما بودید عزیزان امیدوارم که شما هم اگر این سال برای شما بود برای شما باز شده باشه هر کجا که هستید شاد و سلامت و پیروز باشین پس تا برنامه دیگه خدایا رو نگهدارتون باشه خدا رو.